اینجا سیلیکون ولی نیست، غرفه مایکروسافت هم نیست، اینجا نمایشگاه الکامپ و یکی از شرکتایی که محصولات مایکروسافت و آخرین محصولات مایکروسافت ارائه میده در این نمایشگاه شرکت کرده. همینطور که میبینید در دست من یک سرفس بوک مایکروسافت است، یکی از آخرین محصولات مایکروسافت. بریم با مدیر این شرکت و راجع به محصولاتش صحبت کنیم. سلام آقای آنگری. سلام، احوال شما؟ متشکرم، شما خوبی هستین؟ لطفاً راجع به محصولاتتون و محصولات جدیدی که برای مایکروسافت است و در این نمایشگاه معرفی کردید صحبت کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکار محترمتون. ما شرکت ما تقریبا هول و هوش یک سال و نیم هستش که روی محصولات سخت افزاری مایکروسافت کار میکنه، تبلت های سرفیس و سرفیس، مخصوصا سرفیس پرو ها که یه در واقع جنجالی رو توی دنیای تبلت ها ایجاد کرده، بیشتر روی اون داریم کار میکنیم. و امسال هم که مایکروسافت با معرفی این محصول که در واقع سرفیس بوک هست و لپتاپ که قابلیت تبدیل شدن به تبلت هستش رو معرفی کرد، امسال توی نمایشگاه سعی کردیم که اینا رو آخرین تکنولوژی مایکروسافت رو تو بحث سخت افزار وارد ایران بکنیم و به علاوه اون بتونیم خدمات پس از فروش هم روش ارائه بکنیم. این محصول الان که تو دستمانه خیلی سبکه، منو یاد مثلا مکبوک های اپل میندازه، اللحاظ در واقع پرفورمنسی و توانایی آیا قابل رقابت هست با اون مکبوک های خیلی؟ اتفاقا خود در واقع مایکروسافت توی اون کنفرانس خبری که این محصول رو معرفی کرد، نشونه گیری های مشتری های مکبوک پرو اپل بود. دقیقا جنس بدنه، نوع ساختار در واقع سخت افزاری و معماری کامپیوترش دقیقا چیزی هستش که در رقابت با مکبوک پرو های اپل هستش و فکر میکنم که در واقع مخاطبهاش میتونه مخاطبهای مکبوک پرو، چون واقعا بعد از اینکه وایو از بازار لپتاپ کنار رفت، یک خلایی توی لپتاپ های ویندوزی واقعا حس شد و من فکر میکنم مایکروسافت با معرفی این محصول اون خلا رو تونسته پر کنه. توی بازار ایران چطور استقبال شده از این؟ چون بازار ایران خیلی مبتنی بر درسته هم از آیفون استفاده میکنم ولی خیلی مبتنی بر مک های در واقع اپل نیستش. آیا از این محصول با توجه به اینکه ویندوزی هست استقبال شده یا خیر؟ با توجه به حالا تجربه‌ای که روی سرفیس پرو 3 خود ما و خود حتی در واقع آمارهای جهانی رو که ما خودمون بررسی می‌کردیم، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای تو فروش تبلت‌های ویندوزی ایجاد شده و این محصول به نظر من چون یه محصول واقعا به گفته خود مایکروسافت انقلابی هستش، من فکر می‌کنم بازار خیلی خوبی رو داشته باشه. البته بازار هدف این محصول بازار هدف خیلی خاصی هست، چون به علت اینکه یه مقداری قیمتش بالاتر هستش و به خاطر همین یه مقداری سعی می‌کنه که مشتری خاص رو هدف قرار بده، ولی من فکر می‌کنم تو ایران خوب استقبال بشه با توجه به اینکه لپتاپ‌های ویندوزی و کلاً کامپیوترهای ویندوزی تو ایران خیلی فروششون بهتره. من فکر می‌کنم بهتر. حدود قیمتش چقدر است؟ این دستگاه در مدل پایه که کورای 5 هستش هول و هوش 6 میلیون خورده هستش تا به بالا. قابل تبلت شدن هم هست، یعنی تبدیل به تبلت میشه. این دکمه‌ای که روش هست در واقع این رو قفلای خودش رو باز میکنه و جدا میشه و تبلت میشه. من جرئت نمی‌کنم دست بزنم، شما این کارو می‌کنید؟ بله حتما. بسیارم خوب، یعنی تبلت چند اینچی میشه؟ 13 اینچی. بله. که داره وقتی که از این بدنه جدا میشه، اون مدل هایی که داره دیدیکیتد گرافیک هست، گرافیک داخل کیبورد هست و تبلت که جدا میشه، میشه یک تبلت مثل شبیه سرفیس پرو میشه که حتی خود شارژر سرفیس هم مستقیما به خود تبلت وصل میشه، شما میتونید جداگونه شارژ بکنید و استفاده بکنید. سیم کارت هم به این تبلت میخوره؟ مدل نه، مایکروسافت یک مدل دیگه سرفیس داره به نام سرفیس 3 که سیم کارت هم میخوره. بله، سیم کارت دیتا بهش میخوره و میتونی ازش استفاده بکنی. البته اون کاملا تبلته. اون کاملا تبلته، البته کیبورد هم به اون وصل میشه و در واقع فکر میکنم مدلش رو روی میز ما داریم. اما کیبورد داک بهش میخوره؟ بله بله بله. اینکه چند وقت دیگه احتمالاً تحریم‌ها برداشته میشه، مایکروسافت هم در واقع از قبل اشتیاق نشون داده که وارد بازار ایران میخواد بشه، با ورود مایکروسافت فکر میکنید که
چه تحولی توی در واقع حوزه تبلت و لپتاپ توی بازار ایران اتفاق میفته؟ خدمتتون عرض کنم که البته تو بحث سخت افزار من با توجه به حالا مکاتباتی که خود ما هم داشتیم با خود مایکروسافت فعلا تمایلش روی نرم افزار هست که وارد کشور بشه، ولی باز هم با این توجه به این تفاصیل فکر میکنم مایکروسافت خیلی علاقمند باشه تو ایران وارد بشه. اگر وارد بشه خب مسلما خیلی بهتر میشه، چه از نظر خدمات دهی، خدمات پس از فروش، خدمات نرم افزاری برای هم خود ما هم مصرف کننده این کالا خیلی مسلما بهتر خواهد شد.